سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ یه فیلم از علیرضا صمدی اومده بیرون بچه‌ها به نام صحنه زنی که تو جشنواره هم بوده، برنده سیمرغ نقره‌ای شده فکر می‌کنم، درسته نازگل؟ توی جشنواره نبود. سلام، ببخشید. آره بفهم. سلام به همگی. تو جشنواره گذاشتنش کنار، به خاطر اینکه از جشنواره گذاشتنش کنار رفت جشنواره جهانی فیلم فجر. جهانی فجر اونجا سیمرغ نقره‌ای گرفته. سلام به مازیار، سلام به کامیز، علی و نازگل. من خودم مهدی گنجیفرم از دکوپاش و اینکه میخوام درباره صحنه زنی صحبت کنیم. علی حسین پور درباره صحنه زنی صحبت اولیت رو بفرما و ببینیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به همه بیننده هایی که این برنامه رو میبینن و در مورد صحنه زنی هم حرف زیاد دارم هم حرف زیادی ندارم. دربارش بازی ها خوب بود ولی فیلمنامه اشکالات زیادی داشت. بریم صحبت های دوستان رو بشنویم. سلام و درود میفرستم خدمت شما چهار عزیز گرامی و تمام بیننده‌های خوب برنامه شما. من حقیقتش فیلم صحنه زنی رو دیدم، خب بعدم نیومد ولی خب خیلی ایراد داشت، ولی وقتی فهمیدم که کارگردانش در واقع دومین فیلمشه که میسازه و قبل از اون فیلم‌های تبلیغاتی و این چیزا میساخته برای صدا و سیما، خب متوجه شدم به هر حال کارش خوب بوده نسبت به اینکه دومین تجربه فیلم سازیش هستش. حالا نظر دوستان رو میشنویم یا یواش ادامه میدیم؟ نازگل جان بفهمید چون در مورد صحنه زنی. خب مجدد سلام به همگی و همه کسایی که ما رو دنبال میکنن. فیلم صحنه زنی همان که مهدی گنجیفر، خیلی شانس آوردی که خیلی کیلومترها ازم فاصله داری. جمعه بعد از اون پیشنهاد دادی بشنم صحنه زنی و من دو روز به شدت پرفشار کاری رو پشت سر گذاشته بودم و انقدر بوده بوده کرده بودم که موقع دیدن فیلم صحنه زنی گفتم برم بشم فیلم نگاه کنم، مثلا خستگیم در بره، آخر فیلم اگر اینجا بودی میفرستادم توی صحنه زنی کنی. فیلم صحنه زنی خیلی نخوام حالا پرحرفی کنم که کامیزان سلام علیک بکنه، برای من این موضوع که به یک موزل اجتماعی به صورت مستقل پرداخت و سعی نکرد وسطش که از جاهای دیگه هم بکنه بیاره یه حرفایی بزنه، این موضوع خیلی خوب بود. به یه چیزی پرداخت، شسته رفته و راجبش حرف زد. و یه مسئله دیگه هم که داشت این بود که خیلی بی‌طرفانه داشت سعی میکرد نگاه کنه، نه سعی میکرد حس ترحم به تو بده بی خود و بی جهت، نه سعی میکرد منفور خیلی نشون بده، نه بد، و فقط داشت روایت میکرد. یعنی بیشتر روایت به داستان بود تا نقد بهش بکنه یا بگه بده یا خوبه یا هر چیز. این موضوع خوبی بود ولی خب ایرادات خیلی زیادی هم داره. سعی کردم بعد از مدت‌ها که این نقد منفی دارم میکنم با یه چیز خوب شروع کنم. بازی ها راجعشون حرف خواهم زد و کامی سرمانه کنم تا بعد. من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزای دل، مخاطبین گل. عرضم به خدمت شما آقای گنجیفر یه سر ادب یادش رفته، به همه میگه مازیار جان بفرمایید فلانی بفرمایید. خواهش میکنم بفرم. به من که رسید انگار چاله میگه آقا اینجا نشسته همینجا بابا بغلستش ایراد نداره. صحنه زنی با نظر نازگو کاملا موافقم، راست داره میگه و یه اصلا خودش شده یک معضل اجتماعی که ریشه تو فقر داره و به نظر من نسبت به دزدی یه خورده بارش انگار کمتره، شاید حداقل فشار رو به خوبی یه نفر نمیارن، ولی از لحاظ اینی که نفس عمل خیلی شدید بده، خیلی افتضاح بده، یعنی یه موزلی که الان داره هی روز به روز بیشتر میشه. ما قبلا داشتیم شبیه این اتفاقات رو که شرکت‌های بیمه کلوبرداری میکردن، آتیش سوزی بود، میومدن یه جوری بیمه میکردن، دزدی میکردن، خودشون ورمی‌داشتن و شکل‌های مختلف، ولی اینی که دیگه کار به یه جایی میرسه که یه آدم با جون خودش میاد بازی میکنه. یعنی جنبان نگاه کنید ببینید طرف به کجا میرسه که حاضر یه دردی رو تحمل کنه، حتی یه مدار اقرار شده بود میرفت میداد دکتر بزنه باشه بشکونه. ولی خیلی میشه تأسف بار نگاه کرد به این قضیه، خیلی واقعا ناراحت کننده است.
در خصوص خود بازی، بازی ها که افتضاح بود، من بازی ها رو اصلا دوست نداشتم، مخصوصا برام افشار یلاق بیراق افتاده بود اون وسط این دکل. من نمیدونم این اصلا هیچ، من اصلا هیچ هماخته چی میگن همزاد پنداری نتونستم باش بکنم، نه به لاتا میخورد نه به آدم فهمیده ها میخورد، یه چیزی بود اون وسط نمیتونستم کنار بیام که این یه لات فهمیده است یا آدم خوب فهمیده است یا آدم بیشور قراره بفهمه یا آدمی که کلن نمیفهمه، آدم بیرحمیه، آدم بارحمیه. یعنی کاملا حالا هم توی فیلمنامه بود شخصیت پردازی روش کم شده بود به نظر من، همین که توی بازی آخه من نمیدونم یه ریش بذاری کلر کچل کنی همش هم فک اینجوری آویزون باشه چه اقتداری میاره. موقع که در نقش یک بادیگارد میاد خودشو نشون میده، من انتظار یه حرکتی بابا، یه سیستمی، یه جستی، یه پیسی، یه پوفی، همین که اینه این شاتیق علم همینجوری را بری چون قدت بلنده که چیز جالبی در نمیاد. حالا بچه صحبت کنن، حرف زیاد دارم سر بازیگری و نور و چیز اینجوری. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من نگفتم چون نزدیکم بودی. خود نماوا گفته آیین خشونت خودخواسته، توضیح فیلم صحنه زنی اونجا که. علی حسین پور بفرمایید نظراتت رو بگو درباره صحنه به صحنه و کلیتش، حالا وقتش. در مورد اینکه یک موزلی رو در موردش صحبت بشه کاملا موافقم، همیشه با اینکه یک مشکلی، یک ایرادی در بطن جامعه، در زیر پوست شهر در موردش صحبت بشه کاملا باش موافقم. این هم یک موزلیه که شاید مثل من خیلی های دیگه ازش خبر نداشته باشن که همچین چیزی در واقع توی جامعه در حال رشد، در حال انجام شدنه. با این بخش صحبت بچه ها هم نازگل هم کامبیز کاملا موافقم، نمیدونم مازیار اشاره کرد به این قضیه یا نه، اما با یک بخش صحبت کامبیز مخالفم. بازی‌های بد، من بازی بد ندیدم توی این فیلم. اولا بهرام افشاری خیلی خوب بازی کرد، اون چند صحنه‌ای که حتی محمد نادری وارد در واقع فیلم شد خوب بازی کرد، لیندا کیانی بعد از مدت‌ها خوب بازی کرد، یعنی یک بازی خوب ازش دیدم، و از همه مهمتر نیازی به گفتن نیست، مجید صالحی که چقدر خوشحالم از قالب طنز مجید صالحی اومد بیرون و مثل جواد عزتی، مثل مهران غفوریان یه چهره جدی نشون داد، مثل مهران مدیری. بگو نازگو. ببین چون راجعش حرف میخوام، ببین حتی صحنه هایی، ببخشید وسط حرفت هم میدم دوست نداری، حتی صحنه هایی که سعی میکرد یه تیکه های طنزی بندازه در کمال جدیت بود، یعنی تو هم تو همون جدیه میموندی، خیلی کمیکش نمیکرد که بخندی بگی مثلا حالا تیکه شوخی هم اومد. اینش هم خیلی جالب بود برای من که چقدر شسته رفته حتی اونا رو برگزار کرد، به نظرم خیلی بهش فکر کرده اون مجید صالحی. بچه مرسی، عرضم به حضورتون که بازی ها که علی حسین پور گفت خوبه، گفت من بازی ها واقعا خوب بود، من دوستشم به عنوان یک بیننده عام که میشینم فقط موضوع فیلمو پیگیری میکنم، راست میگید بازی ها قشنگ بود. ولی یه چیزی که این وسط وجود داره این که به عنوان فیلم دوم از یک کارگردان چجوری بود؟ حالا فیلم اولش بینام بود درسته؟ بینامی فکر کنم بینامی بود. آره من ندیدم اون فیلم دومی و خیلی هم نام چیز بوده، خیلی هم بی انصافی شد در موردش توی جشنواره و خیلی هیئت داوران، هیئتی که انتخاب میکردن الکی گذاشتنش کنار تو جشنواره جهانی رفت، این اتفاق براش افتاد. بچه شما با بازی مستر چجوری بودید؟ با بازی پیام احمدی نیا که نقش مستر رو بازی میکرد که تو همین دارو دسته بود موی نداشت، اونو چجوری دیدی؟ این هم به نظرم خوب تو سیاوش بود، توی فیلم دیگه هم دیده توی سریال آسپیرین بود بازی میکرد. آره. این هم آخر یه جایی توی یک از سریال ها دیده بودنش توی فکر میکنم. بگو. من در مورد بازی ها اولا نمیدونستم کارگردانی کارگردان کار دومیه، دمش گرم، خیلی خوب کارگردانی کرده، خیلی خوب مدیریت کرده بازیگراشو. و یه چیزی که برای من خیلی اهمیت داره توی بازی گرفتن ها
انقدری خوب کار کرد که حتی اون قاضی که نشسته بود و داشت با مهتاب کرامتی دیالوگ رد و بدل میکرد، حتی اون هم از نقش خودش کمتر و یا بیرون زدگی نداشت. خیلی خوب بود. در کل در مورد بازی ها هیچ صحبتی ندارم. یعنی این فیلم نامه، این در واقع ادبیات و این فیلم بیشتر از این فکر نمی‌کنم. ما اگر رابرت دنیرو و آلپاچینو هم می‌ذاشتیم پی این فیلم، بیشتر از این دیگه کاری از دستشون بر نمی‌اومد. چون واقعا همینی بود که همونی بود که باید می‌بود به نظر من. خب اولا بچه‌ها، فیلم برداری کار چجوری بود؟ مدیر فیلم برداریش آقای امین جعفری بود که توی فیلم بینامی هم بوده و فیلم برداریش دوست داشتی؟ خیلی خوب بود. خیلی خوب. میدونی چرا خیلی خوب بود؟ به خاطر اینکه کاشت دوربین خیلی جاها ثابت بود. و حتی توی دویدنه که تو بلوار گلزار هم داشتن میدویدن، جالب بود باشون نگاه میکنم چه خیابونه هاشون و تابلوها رو دیدم. تو بلوار گلزار داشتن میدویدن، هم اون دوربین رو دست مثلا همیشه تو هیجان بهت میده اینا، این کار اونجوری اذیت نمیکرد. و بیشتر جاها دوربین ثابته رو من خیلی، یعنی یه کادر ثابت گرفته بود تو راپله، توی خیابون که مثلا میاد زنگ بزنه. ریتم داستان کند بود یه جاهایی، روز من همه حرفام بزنم و دیگه بریم سراغ مازیار. من آره بعد بریم سراغ مازیار کامبیز هم نظر شد. چیزی که میتونم بگم این که ریتم داستان کند بود، تا 40 دقیقه اول گند بودی، اصلا نمیدونستی دنبال چی داری میگردی. من به این مسئله ذره داشتم، با این مسئله ذره مشکل داشتم. کامبیز چطور نگاه میکنی؟ بچه من قبل از اینکه کامبیز مازیایی تیکه رو بگم، ما الان تو دقیقه 12 برنامه صحنه زنی الان داریم صحبت میکنیم. روی صحبت هم با مخاطبین اینه که میان اینجا و فکر میکنن که همه چیز نظرهای خودشونه. آقا نظرها مختلفه. الان علی حسینی‌پور گفت بازی‌ها خوبه، کامبیز گفت آقا اصلا بازی‌ها خوب نیست، نازگل میگه فیلم برداری خوبه، شاید من میگم آقا نه فیلم برداری خوب نبوده. تو رو خدا نیاید اینجوری به فکر کنید که ما الان وحی منزلی، ما داریم میگیم. اگر ما نظر دو که از مخاطبان متضادیم، دلیل برای نیست که بیاید توپو ببندید رو ما و بگید که آقا چرا این اتفاق. نه من میگم نظرات متفاوته. یک فیلم رو ما از این زاویه دیدیم، دو یه دوستی میاد از این زاویه دیگه میبینه. حالا به هر حال آره به هر حال بگو شما که دوربین خیلی اهمیت میدی آقای کامبیز و همه چیز رو در دوربین میبینی و رفتی یه دوربینی هم خرید که مر سینما. آره خواهش میکنم بفرمایید نازگو، شما صحبت تموم کن بعد بریم سراغ فیلم. نه این خیلی جالب بود نازگو جان، بفهمید من این نکته رو گفتم که بدونید که نره تا ته برنامه اینو بگم. الان خواستم بگم حالا بریم لطفا از آمازه خواهش مون بزنید رو سایتتون ما ببینیم بینامی باران کوتاهی از باران مجنون بازی که منتقدان ازش تقدیر کردن، من نایده بودم شانم دیدم یادم نیست نمیدونم. مهدی اصلا یادم رفت چی داشتم میگفتم. آها روند داستان کند بود، خشونت داستان خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود، خیلی بیش از اندازه زیاد بود. اصلا نمیدونم چرا انقدر خشن، یه ذره سبک و سیاق کره‌ای پیدا کرده بود خشونت. ولی واقعا بازی ها عالی بود، همشون همه خیلی خوب بازی کرده بودن و مجید صالحی بعد از نقش جدی سیاوشش به نظرم اینجا از سیاوش هم بهتر بازی کرده بود و اگر توی جشنواره میموند احتمال خیلی زیاد میتونست کاندیدای جایزه بشه و چه حیف که نذاشتن این اتفاق بیفته. کامبیز بگو تو الان در مورد بازی ها الان این چه تضادیه که علی حسینی‌پور نازگل میگن بازی ها خیلی خوب بوده، تو میگی بازی ها بده. دلیل بیارید، یه دلیل مشخص بیارید چرا. ببین من این فیلم رو موقعی که نگاه میکنم، خب باید اول حس کنم این فیلم اکشنه، داستانیه، رو قسمت بزن بزنش میخوام تمرکز کنم، روی اون شخصیت اون آدم که مثلا بادیگارده تمرکز کنم، روی اینی که خلافکاره میخوام تمرکز بکنم. بالاخره موقعی که تو یه شخصیتی رو خلق میکنی، مجموع چند نوع رفتار رو باید درونش ببینی دیگه. و من این مجموع رو چون نمیبینم میگم این بازی قشنگ، بازیش قشنگ نبوده. من اون حس بادیگاردی رو از این آدم نداشتم، جز دوتا صحنه ای که حالا مثلا توی کمدی داره لباسی عوض میکنه لاتی ایران میره، من ندیدم.
جز اونجایی که مثلا الکی مثلا دو نفره داره میزنه رو هوا مثلا من زدم، من چیز دیگه ای ندیدم. من باید بشینم به خودم زور به خودم فشار بیارم که این آدم بزن بهادریه و در کنارش خیلی آدم لاتیه و در کنارش خیلی داره کارهای خفن، کسی که آدم میکشه، کسی که مثلا به اون حالت میرسه همه ازش میترسن، زنجیر دستش میگیره میخواد زنجیر پاره بکنه، خیلی اکتای عجیب غریب باید تو صورتش معلوم باشه. اونجایی که این آدم مهربونه با اونجایی که این آدم خشونت داره، من باید دوتا اکت متفاوت ببینم، نه همش یه دهن باز اینجوری، نه یه صدای تو گلو انداخته، نه یه کتی را رفتن. واسه همین من نمیفهمم از حس بادیگاردی نداشتن یعنی چی. ببین نگاه کن، مثلا بادیگاردا باید چه شکلی باشه؟ چون مازیار پر حرفه یه جمع‌بندی کنیم بریم سراغ مازیار حرفشو بزنه بعد من بگم. نه بگو جواب نازگلو بده. ببین نگاه کن، تو فیلمو نازگل چیز می‌بینی؟ فیلمو اکشن دیدی یا ندیدی؟ بعد اون فضای اکشن، فضای بزنه به تو بده یا نده؟ نه آخه فیلم اجتماعی هستن و فیلم داره خشونت، اکشن نمیتونم اسمشو بذارم. فیلم اکشن همون خشونتی که داریدم ازش صحبت میکنی قبوله؟ اون خشونت بگو تو کجای اکت اون بازیگر دیدی که انقدر آدم خشن و بیرحمی باشه که این کارا رو بکنه؟ خب الان تضاد داره اینجا با هم دیگه. بادیگاردا که آدم های خشونت نه. ببین آدمی که بادیگارده، نوع اکت رفتاریش اینه که حواسش خیلی به محیط جمعه، سرعت حرکات بدنش زیاده چون بادیگارده، چون میخواد حواسش به همه چی باشه. خب و اینو موقعی که میذاری در کنار اون دهن باز آویزونه افتاده تضاد داره دیگه. واسه من حس نمیکنم بادیگارده، یه کت جمع کردن یه کسی که کار حفاظتی داره انجام میده، یه کت جمع کردنش، یک حاضر بودنش، آماده بودنش، یه اکتی داره. اینی که اینجوری وایسی سر یه مثلا میزه یارو، این چه بادیگاردیه؟ بذار آقا مازیا صحبت کنه بعد من جوابتون. آره بریم سراغ مازیا. دوستان عزیز، برخلاف هر شب که راجع به سریال ها و فیلم ها سعی میکردم نظر مثبت داشته باشم و انتقاد نکنم و سعی کنم در واقع یه جورایی مشوق باشم برای سینماگرانمون، اگر یه وقتی ویدیو ما رو دیدن در واقع یه قطره‌ای باشیم که داریم تشویق میکنیم این هنرمندان عزیز کشورمون رو به ادامه کارشون. الان هم همین کار رو میکنم، اما خب من یه چیزی حدود شاید بگم 100% با حرفای کامبیز موافقم. ببینید، اول از اون که فیلم نامه واقعا کلیشه‌ای بود، فیلم نامه رو خود کارگردان نوشته و واقعا کلیشه‌ای بود. وقتی شما با یک شخصیت ساکت و درونگرا شروع میکنی فیلمتو، باید این روال تا آخر فیلم به همین اندازه پیش بره. شما نمیتونین یک دفعه آخر فیلم یه شخصیتی که قراره مثل در واقع مثل شخصیت ژان رنو در فیلم حرفه‌ای یا شخصیت کوین کاستنر در فیلم بادیگارد که اشخاصی هستن که بسیار درونگرا، بسیار ساکتن، تا آخر فیلم این روال رو دنبال میکنن، این شخصیت خودشون رو حفظ میکنن. اما ما میایم داخل این فیلم صحنه زنی، متوجه میشیم یه دفعه‌ای تقریبا اواخر فیلم این شخصیت یک شخصیت چجوری بگم طغیانگر میشه، یک شخصیت خیلی شلوغ و طغیانگر میشه. یعنی دیگه اون حالت سکوت اولیه و جست اولیه خودش رو تو اوایل فیلم رعایت نمیکنه. این برای مخاطب قاعدتا فکر نکنم جالب باشه. مخاطب دوست داره اون هیرو و اون در واقع اون شخصیت ابرقهرمانش داخل اون فیلم رو تا آخر همون جوری ببینه، قوی در حال بسیار تودار و یک شخصیت واقعا قوی. به قول کامبیز، ما اصلا هیچ حرکت خاصی از یک شخصیتی که بادیگارده ندیدیم. از این به هر حال بادیگارد باید حداقل یا
رزمیکار باشه یا بدن خوبی داشته باشه یا بعد اصلا بادیگارد نمیتونه شلخته باشه مثل فیلم اسکارفیس یقش رو تا اینجا باز بذاره. آخه بادیگارد یه که آدم یک جستای خیلی خاصی داره. من این حالا بادیگاردای خیلی زیادی دیدم، حالا نمیخوام مقایسه کنم با بادیگاردای ایران یا شخصیت این فیلم، ولی به هر حال من فکر میکنم که به عنوان کار دوم کارگردان نسبت به کار اولش بینامی خیلی ضعیف‌تر عمل کرد و هر دفعه هم که فیلم میسازه خودش نویسندش هستش و فقط هم با آقای رضا بالا، مجید رضا بالا تهیه کننده، مثل این که ایشون فقط کار میکنه. اما به عنوان کار دوم این کارگردان بسیار ضعیف عمل کرد، در صورتی که کارگردان فیلم متری شیشونی هم کار اولش بود و چه سر و صدایی کرد و واقعا چه فیلمی ساخته شد. در حد من میتونم بگم واقعا در حد عرصه بین‌المللی این فیلم ساخته شد. به هر حال ممنونم که از به این فرصت دادین نظر خودم رو بگم. خواهش میکنم. و عرضم بود علی نظری داری در این مونه آدمی که 100%. ما یک بخشی داریم به عنوان معرفی پرسوناژ. این معرفی پرسوناژ رو باید یک جوری به مخاطبمون بفهمونیم. نمیشه مثلا مثل شاهکار آخر جناب هادی نیسان آبی یک نفر بیاد بگه که این آدم هم بادیگارده، هم آدم زندان رفته ایه و فلان و فلان و چه و چه و چه. خب قطعا ما نمیتونیم بگیم که شما میگید چرا بادیگارد بود ولی مثلا ما چیزی به عنوان بادیگاردی ازش ندیدیم. خب اگر اینجوری باشه ما زن و بچه یارو هم ندیدیم، چرا اصلا تو داستان بود؟ داداش من عکس میکنیم ها، عکت بازیگری رو داریم میگیم ها. نه ببین اصلا بحث من عکت بازیگری در حال حاضر نیست. اگه بخوایم وارد اون بخشش بشیم ما هم دیگه جدل میکنیم در موردش کامبیز. اصلا من فعلا دارم راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنم. مثال میگم، کامبیز گفت که من حالا توی حرفم هم میخوای بپری کامبیز بپر، با هم دیگه یک تبادل نظری بکنیم. تو گفتی من هیچ خشونتی در این آدم ندیدم، ولی این آدم وقتی به نقطه جوش خودش رسید خشونتش رو دیدیم. همون ابتدای به کار هم وقتی اینا رفتن جلوی سفارت یونان ما یک خشونتی از این آدم دیدیم که بعد مجید صالحی اومد کشیدش کنار. پس ما از اول داستان خشونت رو در این آدم دیدیم. این تا اینجای کار. اوج خشونتش هم اونجایی بود که رفت با زنجیر مستر رو خفه کرد و بعد اون آدم رو کشت و چالش کرد. اگر این اسمش خشونت نیست اسمش چیه؟ اگر جوابی نداری که من برم سراغ صحبت مازیار. نگاه کن اینی که من حوار میزنم آیا من آدم خشنیم؟ در آقا اجازه بده، یکی از المان های خشونت اجازه بده حرفم رو بزنم. من به عنوان بازیگر خب باید تکلیفم رو با شخصیتم معلوم بکنم. من اگر آدمی هستم که میجوشم سر بچم تا اون اندازه، خب سر مسائل دیگه اکت هایی که باید از خودم نشون بدم در کنار اکت اینی که من یه بادیگاردم، من یک لاتم، من یک کسی هستم که زندان رفتم، باید یک همخونی داشته باشه. موقعی که قرار نیست من به عنوان بازیگر بیام فقط چون داد میزنم، چون تو فیلم نامه نوشته من آدم خشنی باشم. این آدم انقدر بیرحم بود که خیلی خونسرد میگفت بزن دست پاشو بشکن، همونجا رو تخت خوابونده بودن یا رو پسره رو معتاده رو بذارید دست پاشو بشکنید ببریمش و هیچ حالتی از ناراحتی و خشم نداشت. انقدر نسبت به این مسئله داشت چیز تا میکرد. بگو نازگو. اشتباه نکن کامبیز. آخر فیلم نشون داد کس دیگه ای داشت اون برنامه ها رو میچید و میگردوند. بهرام افشاری فقط این حرف نازگل رو گذاشته بودم آخر سر بزنم، این حرفی که الان نازگل زد دقیقا بخشی از سیاست رو داشت به رخ میکشید که چی؟ کس دست هایی پشت پرده است و اون شخص یک نفر رو هل میده جلو، این آدم رو میکنه پرچم سر چوب و این آدم رو نشون میده. همه چیز اونه، حتی دیالوگ آخر کار دقیقاً گفت از
ضعف داشته این فیلم نامه این سر ضعف داشت سر نه من... کاملا واضح بود آخر فیلم که برگشت گفت از امروز به بعد فلانی رئیسه، این یعنی چی؟ این کاملا داره یک سیستمی رو نشون میده که اگر بخوایم اسمش رو بذاریم سیستم جمهوری چک، همه کارا رو رئیس همه کارا رو کسی دیگه ای میکنه به اسم رئیس جمهور تموم میشه. جمهوری چک هم همین جوریه. حتی دیالوگ هایی که دکتر و مجید صالحی برقرار کردن همون دیالوگ هایی بود که زمانی که بهش افشاری وایساده بود داشت تکرار، عین همون واو جان انداختم. اتفاقا خیلی درست نشون داد. ببین تعریف شخصیت پرسوناژ بهرام افشاری کاملا مشخص بود، آدمی که به شدت بود احساسیش برای بچهش داره در کمد، در تعریف شخصیت اولین صحنه در کمد آمکان اکثر بچهش رو چسبونده اونجا، تو تمام مدت داره دنبال بچهش میگرده. اصلا نمیتونی بگی که این آدم شخصیت درست چیده نشده ای بوده. بعد بادیگارد هایی که الان مثل بهرام افشاری دارن کار میکنن بیشتر حالت تشریفات دارن، قرار نیست اونجا با کسی گلاویزشن، قرار فقط مراقب باشن و این اتفاقا با همون کت شلوار و اینا داره انجام میشه و مسلما بعد از اون که یقه باز میکنه چون کار دیگه ای داره انجام میده، چون داره صحنه زنی میکنه، قرار نیست با کت شلوار کراوات بده دنبال صحنه زنی کردن، کسی ازش حساب نمیبره، باید یقه رو باز بذاره. ناز گفت کلامت میپرم. یک سری المان ها کلیت ها ما باید توی طی فیلم نامه داشته باشیم که زمانی که به من مخاطب برمیگردن میگن اون رئیسه، من یه فیدبکی داشته باشم از اون رئیس بودنه، یه چیزی ازش حس کنم. دیالوگ های تو ماشین، حرفایی که داشتن، ارتباطی که اینها داشتن توی خودشون سه نفری، خب اونها کاملا اینه میمونه که من این دیگه چوبده بازی نمیشه که، هیچ چیزی هیچ المانی نداشت دست من. فقط یه دونه دکتره میگه تیهو کات میخوره، میگه از این به بعد این رئیسه، که نمیشه اسمشو بذاری فیلم نامه، چون قرار من مخاطب سردرگم بشم که رئیس کیه، فکر بکنم رئیس اینه، قرار نیست این چپ و راست هرچی از دهنش در میاد به اون بازیگر بگه، سکانس آخر کات، حالا رئیس اینه، من تو رو گندت کردم، رئیس اینه. در صورتی که توی ارتباط‌های سه نفرشون، توی رفت و آمد و توی رفتایی که داشتن اینا، حتما باید کلیدهایی وجود داشته باشه که من بتونم این حلقه گم شده رو پیدا بکنم. من هیچ حلقه گم شده رو نداشتم. کامل گذاشتن، همه چی رفت جلو با دیالوگ‌های کاملا طبیعی، با اتفاق‌های کاملا طبیعی، توی نقطه آخر گفتن نه، حالا این نیستش، اینه. خیلی بنظر تمام گراها داده شده بود از لیندا، یعنی که به عنوان دوست دختر این آدم اومده بود که اون رفت بردش. اینایی که ستایی توی خون، اینایی که ستایی با هم دیگه توی ماشین بودن، توی رستوران بودن، با هم دیگه میرفتن، اووردشون گفت آقا دم در وایسید، اینا چه حفره این وسط وجود داشت، چه حلقه گم شده وجود داشت که تو دنبال رئیس اصلا بگردی؟ اینی که بعد من تو رو گندت کردم، یعنی چی؟ رستوران که توی جمعه و نمیتونه نشون بده که رئیس کس دیگه است، ولی تو هر رستوران 10 میلیون میزنم به حسابتون. خب بهرام افشاری کار مجزا داشت، پولا رو میدادن دستش، بعد همه حساب کتابای نهایی رو مجید صالحی داشت انجام میداد، به دکتر پول میداد، اونو هماهنگ میکرد. سبزواری به نظرم برو دوباره نگاه کن و بی‌دقت دیدی. دقیقا یه ذره فکر میکنم که این حس کاراکتر چند شخصیتی یا چند لایه‌ای که من از سبزواری مجید صالحی فهمیدم دقیقا نمو پیدا کرد آخر سرش. علی صحبتی مونده در مورد این قضیه بدین؟ هر صحبتی که باید من کردم در رابطه با این فیلم، خوشحالم که فیلم، برخلاف نازگول خوشحالم که این فیلمو دیدم، دوستش داشتم، ولی خب یه سری ضعف‌ها هم داشت و آرزوی موفقیت میکنم برای کارگردانش، امیدوارم که در آینده کارهای خیلی خوبتری ازش ببینم. ببینم حداقلش این بود که کار فیلم نامه داشت.
دقیقا آقا یه تکیه هم آخر سر با یه نوشته اومد که گفتش که اصلا این داستان ادامه داره و میلیارد ها داره جابجا میشه پول با این داستان. نازگل حالا تو تهران یه تایمی خیلی زیاد بود اینا، هنوز هم هست. من یادمه که آره همشهری اصلا خیلی اصلا اینجوری دهن به دهن میچرخید که حواستون باشه تو خیابون یه هم میپرن جلوی ماشینتون و این اتفاق چندین دوربین مخفی بوده. آره. چندین دوربین مدار بسته بوده که گرفتن اینا رو که اصلا هیچ ضربه ای به طرف نخورده. مازیار جان صحبتی نهایی در مورد صحنه زنی داری؟ نه همه حرفا زده شد، یعنی فکر نمی کنم این فیلمه. خب به هر حال سلیقه ها فرق میکنه، سلیقه هر کدوم از ما فرق میکنه، اما با خندم بگیر به حرف علی که من اتفاقا میخوام بگم که اصلا فیلم نامه نداشت. علی داره اتفاقا برعکس میگه که فیلم نامه داشت، یعنی واقعا گند زدن به فیلم نامه، میتونستن خیلی قشنگتر درش بیارن و سعی کردن از هر عجیب فیلمی عجیب نیست. قربونت برم مازیار جان، تو از نیسان آبی تعریف کردی، من و تو سلیقه هامون با هم دیگه متفاوته. نیسان آبی رو شما از فیلم نامه نیسان آبی تعریف کردی، این در کارنامه برنامه شما هست، خواهد بود و تا آخر عمرت گیر منی، سر جیر گیوتین منه، خیالت راحت باشه. ایراد نداره دیگه داداش. نه اتفاق باور کن ندیدم این سریال، یکی دو قسمتشون هم دیگه بچه ها نشسته بودن تو خونه دوره هم داشتن نگاه میکردن و من داشتم کار میکردم، به طور اتفاقی دیدم ولی بعدم هم نیومد. حقیقتش همون یکی دو قسمت هم که دیدم بعدم هم نیومد و متوجه شدم همینی که بدت نیومده. ببین علی ببخشید چون میپرم مازیار جان، معذرت میخوام، من با این رفتار غیر اخلاقی علی بارهای بار آشنا شدم که نشون دهنده شخصیتشه که اگر کسی رو دوست نداره تو دوست داشته باشی به هر حالتی بده، ولی من مجبورم احترام بذارم به کله کچلش و سن پیرش و سعی کنم فعلا چیزی نگم تا ببینم چه اتفاقی میفته. بعد علی جان من نظر مخاطبین رو گفتم، ازم سوال کردی گفتی کدوم یکی از این سریال ها بیشتر مخاطب داره تو سایتت، من اون چیزی که در واقع نمودار گوگل بود که داشت بهش بهم میگه که کدوم صفحات بیشتر داره بازدید میخوره، من نظرم رو نسبت به آنالیزی که گوگل موجوده که من گفتم که بر اساس بازدید مخاطب نمیشه یک فیلم رو خوب یا بد دید. خب بچه‌ها یه چیزی من در مورد وگرنه نیسان آبی از سرکشی بیضایی بیشتر دیده شد. یک پرانتز کوچیک باز کنیم، به نظر دارم این حالت سوالی میتونه باشه، به نظر شما اگر شخصیت‌های مجید صالحی و آقای افشار عوض میشد اینجا داخل این فیلمه بهتر نمیشد به نظرتون؟ من فکر میکنم شاید اینجوری میشد فیلم رو قشنگتر تمومش کرد. شخصیت سیاوش رو بیاری بذاری اینجا، شخصیت مثلا نمیدونم مجید صالحی در سیاوش و اینجا رو در اینجا به جا میگین، یعنی بادیگارد رو بذاریم مجید صالحی، مثلا آقای افشار بشه اون شخصیت آقای سبزواری، به نظرم اینجوری شاید قشنگتر میتونست. مجید صالحی خیلی قشنگتر بازی کنه، به نظرم افشاری نمیتونه اونجوری بازی کنه. مجید صالحی اون کاریزمای لازم رو برای نقشی که بازی کرد داشت سبزواری. بعدش هم بهرام افشاری کاملا به نظر من از دید من یه آدم ساده بود که فقط دنبال بقول نازگو فقط دنبال بچهش میگشت، هیچی براش مهم نبود و این دنبال بچهش گشتن یه ذره داغونش کرده بود. بچه ها دمتون گرم، مرسی. یه نکته در مورد نیسان آبی بگم، نیسان آبی هم فروش رفت به مبلغ 800 میلیون تومان و عرضم به حضورتون که آقای نه بابا دیگه قیمت رو نبرد بالا، 600 خورده ای 600 و 800 خورده ای من دیدم دیگه انگار فروخته بود. من خریدم نیسان آبی رو، من خریدم آقای علی دلت واسه پشت تنگ میشه نیسان رو خریدی؟ برای چی؟ گفتم شاید میشینی جلو تو نیسانی که خریدی دلت واسه عقب تنگ شه، پرسیدم. برای پشت؟ نه دل خودم تنگ نمیشه ولی جای خالی تو رو کاملا حس میکنم عزیزم. علی جان ما اینجا میدونی چی میگیم؟ میگیم کم بخور، کم بخور، بخور.
بچه ها ما هم اینجور موقع میگیم ببنده. عرضم به حضورتون که یه سریال جدیدم دیگه آقای منوچهر هادی داره درست میکنه دوباره، فکر کنم فیلم برداشت هم تمام. سریال آره احتمالاً فکر میکنم احتمالاً امروز تموم شد، الان وسط تدوینشه فکر کنم. مرسی از اینکه بچه تو برنامه صحنه زنی بود. آره مرسی که تو برنامه صحنه زنی اومدید، نظرات مخاطبینمون هم بدونیم. مرسی از مازیار، کامبیز، نازگل و علی حسین پور، دمتون گرم. حتما برامون کامنت بذارید، لایک کنید، لایک بکنید. بله الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب، اون سابسکرایب که میکنن اینا رو نمیگم دیگه. حتما کامنت فینگلیش ببند، من دارم صحبت میکنم، حتما کامنت فینگلیش برامون بذارید که سابسکرایباتون نپره. دمتون گرم، شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار، خدافظ.